سلام دوستان، فریما هستم با یک ایده جدید. در این ویدیو به شما نحوه تزیین اینکه که زیبا با نقاشی پور را آموزش میدم. در مرحله اول شروع میکنیم از خامه کشی اولیه یک یک. برای این کار خوبه که اول روی زیرانداز یا بشقابی که برای کیک استفاده میکنین کمی خامه بزنین تا اینکه کیک به زیرانداز بچسبه. بعد روی کیکر خوبه که مرتوب بکنین با هر مرتوب کننده که دوست دارین، مثلا آب میوه، شیر و یا هم سیروپ شکر، که من خودم در اکثر اوقات از شیر استفاده میکنم چون شکر اضافه ای نداره. و همچنین لایه بعدی میتونین با خامه، مربا و یا شکلات پر کنین و همینطور تا آخر ادامه میدیم. و بعد سعی کنین که روی کیک و اطراف کیک کلن با گناش یا خامه و یا خامه کره‌ای بپوشانین. برای خامه کشی اولیه مهم نیست که کیک شما خامه مساوی در تمام نقاط داشته باشه، این مهمه که کیک شما صاف و یک دست باشه. بعد اینکه خامه کشی اولیه شما خلاص شد، کیک داخل یخچال قرار بدین تا اینکه خامه کلن سرد بشه. به این طریق میتونین خامه کشی آخری و اصلی خیلی راحت تر انجام بدین. من خودم در دو مرحله کیک داخل یخچال قرار دادم، بعد از خامه کشی اولیه و بعد از خامه کشی اصلی، چون بعد از خامه کشی اصلی هم قرار بود روی کیک نقاشی رو انجام بدم و اگر خامه کیک ما صاف باشه خب مسلما نمیشه به راحتی روی کیک نقاشی کرد. کیک پایه‌ای که استفاده کردم کیک ساده هست و همچنین خامه‌ای که در کیک استفاده کردم خامه کره‌ای فرانسوی هست. لینک طرز تهیه خامه کره‌ای فرانسوی و کیک ساده رو با شما به اشتراک می‌گذارم، اگر دوست دارین میشه که ببینین. نقاشی پور انتخاب کردم و شما میتونین هر نقاشی که دوست دارین انتخاب کنین. به نظرم بهتر اینه که استراکچر اولی نقاشی خود را کم رنگ تر انجام بدین تا اینکه وقت نقاشی رنگ آمیزی میکنین بعد سیاهی ها با رنگ های داخلی میکس نشه و همچنین اجزای صورت را هم بهتره که در آخر نقاشی کنین. در اول چشم و ابرو نقاشی کردم و بعد تقریبا با مشکل برخوردم چون برای من سخت بود رنگ کردن صورتی و thank you.
برای ساخت زنبورا من از شیشه خوراکی استفاده کردم. شیشه خوراکی من این بار با شکر، آب و گلوکوز درست کردم، چون خیلی ها گفتن ایزومال در افغانستان یافت نمیشه و من خواستم یک جایگزین معرفی کنم و فکر میکنم سیروپ گلوکوز در افغانستان هم یافت میشه. برای تهیه شیشه خوراکی شکر، آب و گلوکوز با هم مخلوط کنید و میکس کنید. بعد مخلوط روی حرارت قرار بدین و همچنان به هم زدن ادامه بدین. برای تست ای که آیا شیشه خوراکی ما آماده هست یا نه، هیچ نیازی به ترمومتر نیست و شما میتونین به جای ترمومتر از یک دونه گلاس آب استفاده کنین. یک گلاس آب دم دست خود قرار بدین و وقت مایع تقریبا غلیظ شد کمی از زور داخل آب بریزین و ببینین که آیا مایع داخل آب سفت میشه یا نه. زمانی که مایع داخل آب کاملا سفت شد و مثل شیشه شد، مایع آماده است و زمانی که آماده هست تقریبا صدای شکستن شیشه رو هم میشنوین زمانی که داخل آب میریزین. من مایه را به دو قسمت تقسیم کردم، یک قسمت با زرد رنگ کردم و یک قسمت بدون رنگ نگه داشتم برای ساخت بالهای زنبورها. برای طبیعی تر شدن رنگ زنبورا من از رنگ سفید هم در کنار زرد استفاده کردم. من با ساخت بدن زنبورها شروع کردم که به شکل بیزی ساختم و بعد سر آنها رو ساختم. خیلی بهتره که سریع عمل کنین وگرنه مایع سفت و غیر قابل استفاده میشه. باقی مانده مواد روی حرارت همچنان نگه داشتم، البته با حرارت خیلی پایین، یعنی 1 درجه، چون اگر روی حرارت قرار ندن اونا هم سفت و غیر قابل استفاده میشن. اگر شکل دلخواه خود حاصل نکردین نگران نباشین، چون تا زمانی که مایع هنوز گرم هست میتونین در فرم او تغییر ایجاد کنین. مثلا بالهای زنبور مردو کاملا به هم چسبیده بودن و قبل اینکه مایع سرد بشه من سعی کردم اونا رو از هم جدا کنم و بعد اصلاح شد. باقی مانده مواد رو همچنان روی حرارت نگه دارین تا اینکه خشک نشه و بعد بتونین با اون مواد چوب ها یا هر وسیله که من حیث پایی استفاده میکنین به زنبور ها بچسبانین. البته من روی زنبور ها رو اول برعکس کردم بعد چوب ها رو چسباندم. وقتی زنبور رو کاملا سرد شدن اونا رو با رنگ سیاه خوراکی رنگ کنه. فکر
فکر میکنم ساخته زنبور یا هر شکل دیگه روی کیک ایده خیلی خوبی هست، چون میشه که در آخر تولد من حیث آب نبات چوبی برای هر طفل یک دانه بدن. من گلوکوز به صورت آنلاین از آمازون گرفتم و لینک خرید گلوکوز و رنگ‌های خوراکی را با شما به اشتراک می‌گذارم. اگر علاقه دارین میشه که شما هم بگیرین. در نهایت زنبورها روی کیک جابجا میکنیم. کار تزیین کیک ما به پایان رسید. امیدوارم ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین و با دوستانتان به اشتراک بگذارین. و اگر دوست دارین در زودترین فرصت جدیدترین و بهترین مدل های کیک در دسترس شما قرار بگیره، حتما شبکه ما سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.